تغییرات و ویژگی‌های جدید مود و آپدیت 3.0. سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز بچه ها میخواییم بریم سراغ تمام تغییرات و ویژگی های آپدیت بعدی پابجی موبایل. اولین تغییر و ویژگی بچه ها مربوط میشه به افزایش خون یا همون بهبود سلامتتون، که بچه ها شما از این به بعد پشت فرمونم میتونید کیت بزنید. کیت که نه، بهتره بگم بانداش، چون کیتو بچه نمیشه استفاده کرد. شما میتونید از مد پشت فرمون بانداش بزنید، از پینکیلر استفاده کنید یا از اون نوشابه های انرژی زا، و واقعا تغییر مثبت و خوبیه. ویژگی بعدی بچه مربوط به سلاحهای اسنایپر که توی یکی از ویدیو راجبش با هم دیگه صحبت کرده بودیم و بهتون توضیحاتی داده بودم و گفتم که قرار دمج سلاحهای اسنایپر قوی تر کنن و اگه یک پلیر پشت اون یکی پلیر باشه، یعنی توی یک خط اگه شما شلیک کنید به انمی پشت سرم دمج وارد میکنه، که اینجا میتونید به صورت تصویری مشاهده کنید به انمی پشت سرم دمج وارد کرد. اگه انمی پشت سرم دمجش کم باشه که دیگه دو نفر پلیر رو میشه با یک تیر زد. تغییر و ویژگی بعدی بچه‌ها مربوط به محوطه‌های فرعی مود. همونطور که میدونید داخل هر آپدیت و هر مود یه محوطه اصلی مود داریم بچه‌ها، یه محوطه‌های فرعی و کوچیک‌تر مود. اینجا بچه‌ها همون محوطه‌های فرعی مود و همونطور که دارید مشاهده می‌کنید یه سری خونه‌ها که یه مقدار آقا قابلیت‌های دارن مثل زیپ لاین اومده آقا به نقاط مختلف ارنگل اضافه شده و شکل و شمایل ارنگل رو تغییر داده. تو محوطه‌های اصلیش فکر کنم بچه‌ها خبرای بیشتری باشه، یعنی قابلیت‌های بیشتری باشه و یه جورایی دل پلیرها رو بتونه یه چنگی بزنه که بیان داخل محوطه‌های اصلی مود. فعلا بچه‌ها همینقدر که دارید مشاهده می‌کنید زیر ساختش مشخصه و ویژگی و قابلیت‌های جدیدترش که بیاد حتما واسه تون میذارم و اطلاع رسانی میکنم بهتون. خب بچه، ویژگی بعدی اضافه شدن یک شمشیره که راجبش صحبت کرده بودیم و گفتیم که یک سلاح میلی قرار اضافه بشه. اون سلاح میلی بچه همین سلاحیه که دارید مشاهده میکنید، یه شمشیر سامورایی به اسم کاتانا قرار اضافه بشه که بچه شمشیر باحالیه، فکر کنم دمج خوبی بده و یکی از قابلیت‌های خوب این شمشیر اینه که یه حالت بچه اشعه مانندی پرتاب میکنه و اگه انمی یه مقدار باتون فاصله داشته باشه رو هم میتونید به راحتی بزنید. ویژگی بعدی هم بچه ها همون قابلیت هولوگرام یا هولوگرافیه که راجبش صحبت کرده بودید، که بچه یه سری آیتما هست شما اگه اونا رو لوت کنید میتونید بچه یک شخصیت سه‌بعدی از خودتون بسازید، یعنی هر شخصیتی که داشته باشید با هر لباس و آیتمی همون شخصیت خودتون میتونید کپی کنید، دقیقاً مثل الان که دارید مشاهده میکنید. ببینید قشنگ یه مجسمه انگار از خودتون ساختید یا یه کاراکتر واقعی دیگه واسه گول زدن انمی. انمی که بیاد بالا و مطمئنانه میرزه سر اون کاراکترتون و شما میتونید انمی رو بزنید. ویژگی بعدی بچه ویژگیه که همه پلیرها عاشقشن، ویژگی نینجا هوک یا همون گرپلینگ هوک و وب شوتر قدیمی خودمون. بچه این ویژگی مشابه همون ویژگی گرپلینگ هوکه که تو مودای قبلی شاهدش بودیم، منتها یه تفاوت داره که یه قابلیت باحال جدیدتر بهش اضافه شده. اونم بچه همین گلایدینگ یا گلایدر، نمیدونم کدومش درسته، همونه بچه. و ببینید اگه شما تو ارتفاعی باشید و فلان با همین نینجا هوکتون بچه از اینم میتونید استفاده کنید و جا به جا بشید، که واقعاً قابلیت خوبیه که به این نینجا هوکا اضافه شد. ویژگی بعدی هم بچه ها مربوط به این لابی ارنگله، لابی قبل ورود به مچ، که یه سری بچه ها شعلا پرتاب میشه به مناسبت ولنتاین، روز ولنتاین و روز عاشقا، و شما میتونید ببینید و خودتون رو سرگرم کنید، چیز خاص دیگه ای نداره. ویژگی بعدی بچه ها مربوط به بخش پته. کسایی که بچه ها پته این پرنده یا همون کفتر رو دارن یه خبر خوب واسه شون. شما میتونید بچه این پرنده تون ارتقا بدید و تبدیلش کنید به عقاب و کسایی که این پت پرنده رو دارن خوش به حالشونه، حتما این کار انجام بدن، عقاب واقعا ابهت داره. خب بچه رسیدیم به ویژگی آخر. قبل اینکه این ویژگی رو ببینیم بچه، اگه لایکاتون رو نزدید همین الان لایکاتون رو بزنید و تو کامنت ها بنویسید که نظر شما راجع به آپدیت بعدی و مود بعدی چیه. به نظرتون تا الان که ویژگیاش رو دیدیم آپدیت خوبی خواهد بود یا آپدیت ضرب و داغون؟ خب بچه ویژگی آخر اینه که شما وقتی ناک شدید یا فینیش شدید، به جای اینکه آقا مستقیم ریکال بشید میاید داخل این محوطه و اینجا مثل اینکه باید با یه پلیر دیگه فایت کنید یه 3-4-5 مچی و هر کی که پیروز شد دوباره ریکال میشه به خود محوطه اصلی بازی یا همون مچ. مرسی بچه همراه بودید، حمایت رو فراموش نکنید.